دارم به همه ایرانیان عزیز که در هر جای دنیا هستین، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون خوش باشه، به شادی خداوند در زندگیاتون باشه. ایمان دارم که دست خدا با ایران و با ایران کار دارند. ولی برنامه رو با دعای آغاز میکنیم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی. خداوند از تو میطلبم ای روی پاک مسیح، خداوند این برنامه رو هدایت بکن و واقعا دلها رو لمس بکنه خداوند، که هرچی از کلام تو میشنبنه خداوند به قلباشون بشینه خداوند و حقیقتا تو خدای زنده رو بشناسن. شکرت میکنم که خداوند برای این وقت دادی. بس زبانمو کنترل بکنه خداوند، افکارم رو در دستای خودت بگیر و خداوند بذار نام تو جلال پیدا بکنه. به قدرت نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان عزیزان که خیلی خوبین، امیدوارم که دونم خیلی گرفتاری ان در ایران، همه مردم گرفتارن، بودو ایور او طرف ای طرف، که زندگی خودشونه بچرخونن. در این معمولا نخنم به دولتهای ایران، دولت ایران یا نمیدونم به حکومتان گیر بده ادم، برای اینکه حکومتان کاری برای ادم انجام ندینن. ولی واقعا معمولا حکومتی که مردمی بون سعی کنه برای مردمش خوش بگذره، نه سخت بگذره. همین در تلویزیون ایران پریشب یه برنامه ای داشت، پریشب بود یا برنامه قبلی بود که در فیسبوک سر دمون، همون آقایی که مسئول دولت ایسه و استخدام دولت با دولت کار کرده بونه که ما شیعیان خیلی داختر از چی بودن؟ آش داختر از نورم چی؟ کاسه داختر از آشیم. خودشان گفتن که اینقدر به مردم دروغ بودیم، مردم از خدا بیزار بودیم. اینه که خودشان گفته دارن، نه منی گفته دارم، من نوعی گفته دارم. این مسئول دولت یه حرف زیره. کنی اینقدر ما شیعیان زیاد چیز انجام دینیم که مردم از خدا بیزار بودیم، اینقدر دروغ گونیم برای مقام خودم، برای پول بیشتر خودشون گونن، گونه دوزیایی کنن. ده که ده خودشون گوته دارم، مکوته دنیم دوزیایی کنن. ولی باز بینیم کلام خداوند به ما چی گونه. مشکلات ایران خیلی زیاده الان، مردم همه مشکل دنن، چی بیکاری، چی ندونم بیپولی، چی بی خانمانی، چی منونم مردم، یا همه چی فرزندان مردم چنن دانشگاه کلی خرج کنن، کلی خرج کنه مردی یک دونه زک بزرگ ها کنه و بعد به دانشگاه سردینه، فوق دیپلوم اگینه، لیسانس اگینه، فوق لیسانس اگینه، دکترا اگینه، این بیکاره. خیابان میان بوشون گوجه فروشی بکنه. اگه قرار بود از اول گوجه فروشی بکنه، خود چرا این همه تاثیر شو بود؟ چرا این همه خرج دی مرد خوش زگه بکنه؟ خب از اول گونه خواه بوش گوجه فرنگی بکنه، گوجه فروشی بکن. ایکی نبنه دولت زمان قدیمی تو بود، وقتی تو دیپلوم آیتی شوی سربازی همه دونسی یک تا کار حداقل تی نه، یا معلمی بود یا مثلا یک تا کمپانی میان بود کار بودی، بالاخره یه جایی یه کاری برای تو وجود داشت. شو بالاخره سر کار نه اینقدر بیکار. اگه یک موقع اون موقع شش ماه یه نفر بیکار به حسابی دادش درمانه بود، گفتن او بابا مو شش ماه الان بعد از دیپلوم بجوم اونم سربازی شش ماه بیکارم. ولی الان این مرد دکترا ایته بیکاره، کار ندنه. خب ایشون چی خم بگونن؟ خب این پدر مادر چقدر تین ایشون یه خرج بکنه؟ ایشون همه مشکلاتن. این مشکلات باعث بنه فقر بیش از حد بون، فساد بیش از حد بون، فاحشه‌گری با، نمیدونم دزدی با، غالطاق‌گری با، نمیدونم مردم ده احساسی با هم دیگه ندارن. وقتی اینجور بدبختی، یعنی بدبختی های دیگر پشت سرش
به وجودنه. خداوند گونه که در اشعیای 42:13 گونه خداوند گونه خداوند همچون جنگاوری توانا به میدان جنگ خواهد آمد و فریاد بر آورده دشمنان خود را شکست خواهد داد. ما ایمان داریم که خداوند برای ایران کار دنه. ما ایمان داریم که خداوند دستش در ایران به ایران کار دنه، به ایران خانه بلند آکنه، به ایران خانه آزاد آکنه، به ایران خانه که او شادی که مردم دانن شادی حقیقی، نه شادی مصنوعی با یه لحظه بوشون. مثلا معذره خانم شنید در یک دونه میمونی شنی واره دو گلاس عرق خونی یه انگه شنگول آبانی، نه این شادی زودگذره که بعد از اون شنگولی غم بیشتر آنه در درونت. چی فایده ای دانه؟ شادی که ابدی ببون، شادی که همیشه نه ترسی بداری، نه از مشکلات ترس بداری، نه چی. دونی که خدا عیسی که از مشکلات تا عبور دینه، دونی خدا عیسی که زنده به دعای تو رو میشنوه، این خدا خدای زنده است، نه خداهای مرده. خود مرده میگفت، مسئول دوله میگفت ما همش مرده پرستی میکنیم، داریم میزنیم تو سر خودمون. مردم هم از خدا بیزار شدن. ما باید امروز خدای زنده پیدا بکنیم. ما باید به او خدایی که واقعا در زندگی ما تینه جان ما رو بگیره، تینه جان ما رو آزاد کنه، تینه در او دنیا به ما روی ما رو آزاد کنه. ما این خدایی احتیاج داریم، خدایی که رهبریت کنه و جان خودش روی صلیب دینه، در جسم ظاهر بنه، آن مثل من و تو بنه که بتونی همه حرفان گوش بده. خداوندی که به ما زج بکشه، به ما بیکاری بکشه، به ما گرفتاری بکشه، گرسنگی بکشه، دردهای ما رو روی زمین بکشه. این خداوند خداوندی است که وقتی خداوندی که مثلا من دعا کنم گونم که خدای تو کوری زی، تو ندونی این همه مشکلات مدنم زج کشه دارم، بدبختی کشه دارم. خداوند به ما زمین سی بدبختی و بیچارگی من بکشه، خداوند درد من بکشه، دون که مچی دردی کشنم. بس این خدا تین ما وقتی بهش توکل کنم، این خدا ما از اون مشکلات عبور دینه. در اشعیای 43 امروز شمیه بخونم که ببینیم که خداوند ما چگونه. این خداوند گونه که نترس، مو در پشت استادیسم، تی پشتم و تا امید دینم که به جلو بشی. خداوند که تو را آفریده است اینک چنین میفرماید: نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. خداوند گونه نترس، من بهای آزادی تو را پرداختم. آزادی روی تو را خداوند به من در جسم شکنجه ببو و گناهان تو ببخشه، خون خودشو بریخته تا گناهان تو پاک ببون. این خداوند بهت گونه نترس. اگر ما امید ما به خدای زنده بون و واقعا رو غالطاقگیری جلو نشیم، خودم بنده گونم اگر روی دروغ و ریاکاری نشم جلو، به این خدا حقیقتا ایمان برم و این خداوند رو سر زندگی من بکنم، این خداوند ما خیلی راحت بیانه جلوی، یعنی به قول یه ریلکستر کنه، ما مدرون شاد کنه بعد اینکه ترس از مو بیانه بیرون. من تو را به نام خواندم. خداوند ما را هر یک دفعه ما را به نام خوانده. به این نگاه کنید، شما بیلیونا آدم، میلیاردها آدم زندگی کردن، اثر انگشت یکی با یکی دیگه مساوی نه، هیچ کس می اثر انگشت ندانه. خداوند گونه تی موهای سرمو بوشمرده دارم. خداوند وقتی تا گونه به نام تا بخوندم، بودن تو منحصر به فردی، یعنی یک نفری می دینه هیچ کس ندانه، می اثر انگشت هیچ کس ندانه، هیچ کس ندانه، یعنی مو مناصر به فردم برای خداوند. به خاطر همون گونه که
من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی. خداوند گونه تو مال من هستی، یعنی فرزند منی. هیچ پدری ننه فرزند خودش دور توندینه، هیچ پدری ننه فرزند خودش بین زجر بکشه، بلکه با تحمل. بعضی موقع مثلا خواسته های ما دانیم که خواسته های پدر ما نه، همون در خانواده زمینی. بعضی موقع گونیم بابا، آقای بابای من مثلا بیه یک دونه توفنگ میبین، خب بابا دونه ای توفنگ میبینه میبه خطرناکه، ای توفنگ همه امکان دانه بشم چند نفر بکشم، ای توفنگ همه امکان دانه خودم بکشم، خودم داغونه کنم، بس ای توفنگ می نینه، بس موان نکنم، بس بابای بدیسه، چون توفنگ می نینه. هنگامی که از آبای عمیق بگذری من با تو خواهم بود، هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. وقتی در مشکلات دنیایی سیم، خداوند قول بده که شمر انقدر نگذنم که شما به مشکلات بیش از حد دکیم و طاقت نرین در این مشکلات، تا حدی مشکلات همو دنیم. خداوند در این مشکلات، در این اینی فکر بگو مثلا شما داری در یک دریایی شنا بکنی بدن غرق آبا داری، ولی دست خداوند یه دوت اگی نبینه بیرون. خداوند نگذن این مشکلات بر مو هجوم بردار، اگه توکلم به خداوند بگون، اگه واقعا مو خداوند و خدای زندگی خودم بکنم، صاحب و مالک زندگی هم بکنم، هر روز اعلام بکنم که ای خداوند تو صاحب و مالک منی، مو ایمان دارم که دست تو با من، امروزم که هر جا شدرم اگرم مشکلاتی ببون خداوند دونم، ایمان دارم که تو او مشکلات سر ایسای و نگذنی که مو این مشکل نتونم بگذرم ازش. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند. ما ظلم و ستمی که از ای دولتانینیم یا از مردمینیم، وقتی به خداوند توکل کنیم، ایمان دارم که خداوند داور عادلی است، خداوند عدالت برای فرزندان خودش برقرار کنه. مردم ای دنیا خنن همیشه تا نابودا کنن، سر کاری سعی اینی مردمی محبت کنی ولی همه دروغ گونن، بر علیه تو برپا بنن، بر علیه تو برای تو زینن که تو از اورتا تو دن بیرون، دونن تو سالم کار کردی، دونن تو اوریسای ریگی بکفشن نیه. بخاطر همون خداوند همیشه گونه که این ستمکارون، این ظلم و آتشی که درش وجود دانه توی ریسای مگونه از او آتش و ظلم و ستم تا بیرون نبینم. یعنی اینکه تو هیچ وقت خداوند عادل نگذنه که فرزندش بدون عدالت خودش بکیه بیرون. مردم زیاد تو شنی مثلا مردم یه کار کنی بیزار آبانی از کار کردن برای مردم، گونی بابا من این همه این خدمت بودم، آخر سر به این چی جواب بده، ولی تو برای خداوند کار بکن. اینجور موقع من خودم صدها بار برای مردم کار بودم ولی ضربه بخوردم، صدها بار دل رحمی بودم ولی ضربه بخوردم، ولی ایمان داشتم که خداوند عادله. هر کسی که آدم ضربه زینه تو بسپر به دست خداوند، نه نفرینش بکن نه برایش بد بخوا، خود خداوند عادله و خودش قاضی خوبیسته، بالاخره اونو نشون دینه، 100% به اون نشون دینه که این حرکتی که در رابطه با فرزندم بودی دروغ بود و این حرکت تو اشتباه بود. مو ایمون دنم که وقتی دست خدا سپرنی، خدا قاضی عادلیست. زیرا من خداوند خدای مقدس تو هستم و تو را نجات میدم. خداوند یه همیشه به این بطرفتاری از فرزندانشه، همیشه گونه من تو رو نجات میدم. برای نجات ما خداوند روی زمین با ما، برای اینکه من نوعی نجات پیدا کنم، ما روی زمین زج بکشه، روی صلیب بشو که خودشو داغون آگوده، به خاطر که چی؟ مو زندگی خوبی بدارم. خداوند
خداوند گونه تمام ممالک جهان را فدای تو خواهم کرد، زیرا تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم. اینه بودونین عزیزون، خداوند هیچ وقت فرزندان خودش دورتون دینه. شما اگه یک پدر مادری هستین که فرزند دنین، هیچ وقت فرزندان خودتون دورتون دینین. همیشه سعی کنین که فرزندانتون بهترین زندگی بدارن. ایانون بعضی موقع اینی تو پدر مادر اینقدر کار کنی، خودت شکنجه دینی، ولی راحتی برای فرزندت خانی. خداوند ما هم همینه، برای من و تو راحتی خانه، نخانه که ما زج بکشیم. اگه گوته داری که این همه بدبختی هنه، اگه گوته داری که این همه گرسنگی آفریقایی هنه، این همه بدبختی و بیچارگی در دنیا هنه، این من و تو باعث بوهای که بدبختی و بیچارگی بونه. چون برای اینکه ما هر روز خانیم جیب خودمونو پرا کنیم، هر روز خانیم مقام خودمونو بالا ببریم و هر روز خانیم که شکم خودمونو سیرا کنیم و خانواده خودمونو، به فکر هیچ کس نیم. همیشه گونیم من فقط من و خانواده من. تا موقعی که ما حساری بکشیم دور خودمون که گونیم همیشه من و خانوادم، هیچ وقت من نیم با هم کمک بکنیم، هیچ وقتی من نیم دست هم دیگر بگیریم. ما الان محتاج اینیم که دست هم دیگر بگیریم و به خدا توکل بکنیم و طبق گفته خداوند خودش گونه نجات دهنده شما و شما فرزندان منین، شما رو دور توندینم. واقعا هم همینجوری ما بایستی به خداوند توکل بکنیم و این ترس و مشکلات از ما دور آکنیم. درست مشکلات خیلی زیاده الان در ایران، واقعا مشکلات بیش از حد، بخصوص الان اگر بخن دوباره تحریمون رو برقرار بکنن مشکلات بیشتر آبنه. ولی کیست که توجه بکنه به این گرفتارین؟ ما اگه خانیم دوستی بگیریم با قلدوری، منیم دوستی برای ما خودمون بگیریم، بلکه با محبت خدا، با محبت تیریم یه نفر دوست به خودمون بریم، با دستش گرفتن، کار کردن براش، اگه احتیاج دنه و یه چیزی انجام بده براش انجام بده، ایچوری شن دوست کیتن. نه دشمن گرفتن خیلی راحته. ما اگه بخوام با تمام دنیا دشمن ببوم، مرگ به ای بگم، مرگ به او بگم، هیچی آیدیمون نبنه، بلکه می کشور بیشتر خراب آبنه، می زندگی بیشتر داغون آبنه، آخرش هم اینیم خودم عقب دکنم. اصلا ژاپن رو دوباره مثال بزنم، ژاپن یا کره جنوبی. کره جنوبی اون موقعی که همو ماشین سازی داشتیم، پیکان درست کردیم، کره جنوبی ماشین سازی نداشت. ولی الان کره جنوبی کیس ما کیسیم. یه مقدار باییم از این مرگ گفتنون باییم بیرون، یه ذره دوستی و عشق به مردم آدیم. اگه کارگردان عزیز ما آماده یک سرودی بشنویم. با گوش دل شنیدم آن بعده خدا را، با پای سر دویدم این راه پربهارا، بر پایان صلیبت افتاده و نمودم، بر هر گناه که کردم اقرار آن خطا را، با سیل گریه شستم آن مذبح شریفت، با گوش جان شنیدی درد دل و جفا را، آغوش خود گشادی بر این حقیر ناده، کردی بلند همان دم این جسم مبتلا را.
خون پاکت شستی تو روح و جانم، بر دوش خود گرفتی بار گناه ما را، از درد و رنج دنیا خم گشته بودم و زار، در محضرت گرفتم آسایش و بقا را. جسمم زنا خوشی ها درمانده بود و غمگین، دادی شفا به رحمت آن درد بی دوا را. بحرم پناه گشتی در این ناامیدی، هدیه به من نمودی نجات در سما را. سرگشته و پریشان بودم چو موج دریا، با قدرتت گرفتم آرامش و صفا را. اکنون به فخر گویم تو منجی و خدایی، تا گمرهان بدانند تنها ره خدا را. اکنون به فخر گویم تو منجی و خدایی، تا گمرهان بدانم تنها ره خدا را. اکنون به فخر گویم تو منجی و خدایی، تا گمرهان بدانم. تنها ره خدا را. با درود دوباره به مردم عزیز ایران، امیدوارم که دلتون شاد باشه، تا الان با ما هستین. به این تلویزیون هم کمک بکنین که بذار ما بیشتر از کمک های شما بریم روی ماواره. اگه به ما کمک بکنین به پیشرفت انجیل کمک بکنین، به پیشرفت خداوند کمک میکنین. خدای واقعی رو به مردم ایران حداقل ما معرفی میکنیم، نه خداهای دروغی یا نمیدونم مرده ها رو پرستش بکنه. نه، حقیقتا به این که به این تلویزیون امید جاویدان کمک بکنیم، بیزا ما بریم رو ماواره تا بتونیم کلام خداوند رو بیشتر برای مردم بخونیم، بیشتر آدمای بیشتری در ایران نجات پیدا بکنن. هر روزه برای ایران ما دعا میکنیم، هر روزه. به خاطر چی؟ برای اینکه ایران و ایرانی رو دوست داریم، به خاطر اینکه میخوایم ایران اون ایرانی باشه که سربلند باشه، نه سرفکنده باشه بین همه همسایگان در همه جهان. ایران ما الان سرفکنده شد. ایران ما اصلا نمیدونم، من تمام دنیا میخوان خودشونو سربلند بکنن، ولی ما چی؟ ما میخوایم روز به روز سرفکنده بشیم. اگه میریم یه جایی پاسپورت ما رو میذاریم میندازن دور، ما رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن. چرا باید اینجوری بشه؟ این ببین، دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه ملت بخوان دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه. دولت اومده برای ملت کار بکنه، و این دولت کی آورد؟ ملت آورد. بس ملت میتونه همین دولت رو بفهمونه که آقا شما هر چیزی که ما میخوایم باید بشه. همه دولت های دنیا اینجوری هست. وقتی هر دولتی میاد، ملت باید بگه اون دولت چه، چون نماینده‌ای که به مجلس میبیزه، مجلس اونجا قانون میگذاره، میشه دولت. نه اینکه دولتی من انتخاب بکنم بیاد بالا اونجا بزنه تو سر من، فایده نداره که.
همین دولت هم اگه شما واقعا بتونین با این دولت، من نمیدونم، بیاین بیرون بگین که آقا این کار قانون ما، میخوایم همه شما بیاین بیرون، مجبورن برای شما کار انجام بدن، مجبورن میتونن برای شما کار انجام بدن. اینه خداوند باز میگه نترس، زیرا من با تو هستم. ای ملت ایران، این خداوند زنده میگه من با شما هستم، میگه نترسید. فرزندانت را از مشرق و مغرب، از شمال و جنوب جمع خواهم کرد. یعنی تمام مردمی که الان تمام دنیا ایرانی که پراکندن، خداوند گونم همه ایشون رو جمع کنم، ابینم ایرانی میان، ایران دوباره آزاد کنم. دونی چرا اینو گونه؟ برای اینکه ما 2500 سال پیش، قبل از که 150 سال قبل از که کورش اصلا دنیا با، خداوند بفرماس بود که مو یه نفر سر ادینم که ایران درست آگونه و اون سر ادینم، اسم اونم عطا بوتو. کورش موقعی که به ما قانونی که بنا قانون بردهداری نبود، قانون نمیدونم ظلم نبود، ستم نبود، قانونی بود که تو هر دینی داشتی تینسی با او دینت بایسی زندگی بکنی، هر آینی داشتی تینسی با اون آینی، موقعی که دینی که مدنم نه مردم اذیت نکنم، این دینی که مدنم نه دل مردم در نرم، تا موقعی که مردم اذیت نکنم همه آزاد بون، بردهداری نداشت، برده آزاد بود. حتی اون موقع خانه خدا رو این دستور بده که تمام وسایلون شهده در اسرائیل درست کنن خانه خدا رو. کوروش از خداوند بود، خدا این سرده بود، قبل از که اصلا دنیا با 100 سال قبل از 150 سال قبل از که دنیا با، خداوند بود تو ما همچی کسی سرده نم برای شما. الان ما شنیم قبر کوروش ورجی انا نمر زینن مثلا. بابا عوضی که باین بزنین، واقعا باین یک ذره از این منشور کوروش استفاده بکنین و ایران میان پیاده بکنین. منشور کوروش در سازمان ملل پیاده کردن، در تمام دنیا قانون کوروش پیاده کردن. مایی که قانون مال خودمونه، کس دیگه پیاده کردن، خودمون پیاده نکنیم. بعض موقع مثلا ما گونه آه به دولت گیر ندیم، اونم دولت گیر دادن، یه به دولت، دولت خودش بایدی، خودش باید بفهمه که بتونه مردم رو به سوی خودش بره، باید برای مردم کار انجام بده. ویلا مگه مرض دانه کسی که اگه یه دولت خوبی بداره با او دولت ای بگو، دولت بر علی دولت صحبه بگونه، همه خنن یه دولت خوبی بدارن، خنن یه زندگی خوبی بدارن. حتی خودشو الان او حاکمون جمهوری اسلامی اگه الان بان توبه بکنن، خداشون بخشنه، هر کدومشون توبه بکنن به سوی خدا بان، خداشون بخشنه. الان شما مثلا الان آقای خامنه ای با به طرف مردم برای مردم کار بکنه، ببین پیش مردم چقدر علاقه من پیدا کنه، با برای مردم کار بکنه، به این مردم چقدر این دوست دارن، با او موقع با این چقدر این دوست دارن، چقدر عاشقشن. هر آدمی با برای مردم کار بکنه، مردم اونو دوست دارن. به هر حال ما مشکلات ما زیاده و اگر به طرف خدای واقعی نیمه، روز به روز مشکلات ما زیادتر بنه. امروز دعا کنیم برای ایران و هر روز دعا کردیم که ایران سربلند بون، دست خدا بر روی ایران بون، و همچنین خواهیم که خداوند ایران واقعا سرفراز بکنه، واقعا اون شادی و آرامشی که مردم ایران احتیاج دارن خداوند بهشون نده. دعا کنم به نام عیسی مسیح، امروز در قلباتون باز بون و خداوند ما عیسی مسیح در قلباتون ساکن بون، به خدای زنده رو ساکن بکنین در زندگیتون، به سایه و اختیار بذار خداوند بون تا واقعا بتونین زندگی با آرامش و خوبی بدارین.
شما رو به دستای خداوند سپرنم تا هفته دیگر. بدرود.